خونه ردت کنه یهو نزدیک 4 هزار دلار ته معامله فرقش یه مقدار از وامرم پس دادی اصلا نگم برای چرا فرق زیاد میشه خیلی جاها حداقل تا 6 سال نتونه هیچ وامی بگیری این اتفاقا داره کریدیت رو میبره بالا کریدیت سکورم 770 بود سلام رفقا من مهدی هم از تورنتو کانادا به کانال خودتون کانال مهدی تهران تو خوش اومدی. همونطور که میدونین توی این کانال در مورد همه چیز به صورت خیلی جزئی صحبت میکنیم که به درد کسی که تازه میخواد مهاجرت کنه تازه مهاجرت کرده یا اینکه توی یک سری زمینه ها میخواد اطلاعاتش بالا بره خیلی میتونه کمکش کنه حتی کسایی که چندین سال مهاجرت کردن امروز قرار در مورد کردیت اسکور با هم یکم بیشتر صحبت کنیم چرا به خاطر اینکه اول از همه این مسئله خیلی خیلی مهمیه ناظر اینکه وقتی کردید اسکور خوبی داشته باشی خیلی راحت میتونی اون خونه یا ماشینی که دلت میخواد رو بگیری و سود کمتری بدی وقتی قرار وام بگیری بانک راحت تر بهت اون وام میده سود کمتری هم میگیره خونه میخوای بگیری صابخونه میگه اوکی این آدمیه که روش میشه حساب کرد اعتبار خوبی داره خونه رو به تو میده چون بعضی موقع هایی که خیلی تقاضا زیاده واسه خونه میبینی که خیلی از افراد خیلی راحت رد میشن توسط صاحب ها و اگه تو کردیت اسکور خوبی داشته باشی این اتفاق نه تنها برات نمیفته شاید بتونی یه تخفیف خوبی هم بگیری ازش چرا میگیم ببین کردیت اسکور منو ببین اعتبار من پیش بانکای دیگه چه جوریه شاید یه تخفیف خوبی هم بتونی بگیری کردیت کار جزء یکی از اون مهمترین چیزهایی که وقتی مهاجرت میکنی بعد هم در موردش بدونی که چجوری میره بالا اصلا چی هست و چجوری میتونی اون رو حفظ کنی یا اینکه بهبود بهش ببخشی اگر اینا رو ندونی شاید نتونی ماشینی که دلت میخواد بگیری یا اینکه اون ماشین رو بهت بدن ولی یه سود خیلی زیادی ازت بگیر شاید حتی میخوای خونه اجاره کنی صاحب خونه بگی من خونه رو به این آدم نمیدم از طرف دیگه هم کردیت کارت و کردیت اسکور کلا چیز جدیدیه واسه ماهایی که حداقل خب توی ایران زندگی کردیم توی ویدیوی قبلی کلا فرق کردیت کارت و دبیتو رو صحبت کردیم که بدونیم آقا اصلا دبیت چیه مثل همون کارت معمولیه که داشتیم حالا کردیت اسکور یا این امتیازه چجوری حساب میشه چجوری به دست میاد ببین مستقیما دست من تو نیست ولی میتونیم روش تاثیر بذاریم کردیت اسکور از کردیت ریپورت به دست میاد کردیت ریپورت چی هست؟ یک سری چیزهایی که تو مثلا وام گرفتی قبض گوشی تو پرداخت کردی اجاره دادی یا هر چیز دیگه وام دانشجویی گرفتی اینا رو میاد میگه که چقدر بدهکاری و زمانی که باید پرداخت میکردی کی بوده آیا تایم دادی کمتر دادی بیشتر دادی و تمام اینا از قسمت های مختلفی که تو باهاشون ارتباط مالیداری جمع میشه حالا یه سریاشون مثل وامی که واسه خرید خونه وامی که واسه خرید ماشین میگیری اکثر اینا مستقیما به اون جایی که حساب میکنن کردیت اسکور بهشون اطلاع داده میشه اما بعضی چیزها ممکنه مستقیما به دستشون نرسه یکی از اونا اجاره است که مبلغ زیادی هم هست همونطور که میدونی و اینو اگه یه کاری کنی که اونها بفهمن یعنی یه جوری خودت بعد این دوتا رو به هم لینک کنی که اونو ببینن که تو یه همچین پولی رو به موقع هر ماه داری میدی و این کمک میکنه که دسکورت بره بالا حالا گفتم اون ریپورت ها رو به کجا ارجا میدن؟ به یه سری شرکت هایی که میان اینا رو بررسی میکنن و امتیاز بندی ها رو شامل میشن یکیش ترانس اون یکیش اکویفکس که این دوتا اصلی که توی کانادا این کار داره انجام میده حالا اکسپریان هم هست ولی خب توی کانادا این دوتا رو شما داشته باشی اصل داستانه و اکویفکس معمولا یه مقدار پایین و اصلی است حالا تو میگی ببین من کریدسکورم 770 بود دو ماه هم از اومدم نه ببین واقعا شاید کریدسکورت 770 نباشه تو میری توی بانکت اپلیکیشنت اکثرا اینا ترانس رو نشون میده خب کریدسکورتو که تو خود اپلیکیشن یا سایت بانک نگاه میکنی و اگر بخوای بری خونه بگیری سابخونه معمولا میگه برو کرد اسکور اکو فکس تو بیار که معمولا یه مقدار پایین تره یه مقدار چیزها رو سخت میبینن و اینو حواست باشه حالا چجوری بهشون میتونید دسترسی پیدا کنیم و جلوتر با هم صحبت میکنیم فرق اصلیشون هم اینه که ببین تو یه سری چیزهای کوچیک فرق میذارن مثلا مدت زمانی که از اعتبار اولین اعتباری که داشتی گذشته توی یکیشون مثلا یه ضریبی داره توی یکیشون یه ضریب دیگه ای داره یا اینکه میزانی که از مجموع کردیت مثلا تو ده هزار تا کردیت داری چقدرش رو استفاده کردی دو هزار تاش استفاده کردی یا هشت هزار تاش استفاده کردی هر کدومشون رو یه کدوم بیشتر تمرکز میذارن و اونی برنده است کردیت اسکور بهتری داره که طبیعتا بتونه همه اینا رو با هم توی سطح خوب و شرط خوبی نگه داره و بدونه که چه چیزهایی رو باید من حساب کنه چرا اینو الان بهت گفتم رفیق به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که خیلی ها اینجا به من گفتن و میگفتم ببین مهم نیست که کردیت چقدر ازش استفاده میکنی تا زمانی که کامل اونو پرداخت کنی هیچ تاثیری روی کردیت اسکور نداره اما این درست نیست و این تنها چیزی بود که خیلی با هم مخالف بودن تو بانک این ور اونور خیلی صحبت کردم قدیمی ها و خب کرید اسکور تا که اینا رایت کنی شیوه بیشتری میگیره و دوما یه سری جاها الان میریم بهت نشون میدم که در مورد این صحبت شده رفیق و اونا فکر میکنن حالا جدی نیست ولی من دارم بهت میگم اینا خیلی مهمه بعد ببین یه سری تریکا هست که شاید همه ازش خبر نداشته باشن حتی اونی که میری ازش وامو بگیری اینو بپرس شاید روی وام تو هم تاثیر بذاره اگر به صورت اتومات بذاری از دبیتت یعنی همون حساب اصلی که پول داخلش هست کم بکنه صرف ممیز 25 درصد یعنی یک چهارم درصد اینترست یعنی اون سودی که باید پرداخت کنی و میاره پایین شاید بگی که آقا این عدد زیادی نیست حالا چه کمکی میکنه البته که بگم هر جمع ممکنه که این اتفاق نیفته برات واسه هر جایی نیست ولی اونجایی که تاثیر داره استفاده کن چرا چون یوهویی تو میبینی که یه عدد بزرگیه مثلا تو یه ماشین میخری چهل هزار تا اگر سودی که داری میدی 99 باشه تا 999 خیلی فرقش بشه حتی اون سود کوچیکه وقتی تعداد سال زیاد میشه خیلی فرق قضیه رو زیاد میکنه یوهو میبینی همون 25 صدام درصد یوهو نزدیک 4 هزار دلار تا معامله فرقشه حالا اگه خونه باشه که اصلا نگم برای چرا فرقش زیاد میشه ببین یه چیز دیگر هم بگم ممکنه اینو بری به اون کسی که برات داره این وامو میگیره بگی حالا اون بانکه یا اون دیلرشیپی که داره برات وامو میگیره و اونا بگن نه اصلا همچین چیزی نیست هزار دفعه به این چیزو برخوردم که واقعا نمیدونه طرف خب شما مثلا وام تو میاد از بانک بی ام او میگیره نشنال بانک میگیره یا هر جای دیگه بعدا خودت میتونی یه زنگی بزنی ازشون بپرسی که اگه این شرایط رو داره این تغییر رو اعمال بکنی و سود کمتری بهشون بدی ببین یه چیزی هم هست به نام ریفایننسینگ مثلا تو یه وامی رو گرفتی مخصوصا در مورد ماشین یه مدت میگذره تو اولش که اومدی کانادا خب کردیت اسکور خوبی نداری دیگه حالا کانادا نه هر جای دیگه ای مثلا دو سال گذشته یه مقدار از وامرم پس دادی و اوپن لونی یعنی هر موقعی که بخوای میتونی بری تصفیه کنی اگه کلوز باشه شاید نشه شاید کلی هم ضرر کنی اینو بعد توی اون شرایط قرارداد اول از همه بخونی دو حالا که کرید اسکورت بهتر شده شاید همونجا بتونی ریفایننس کنی یعنی یه بار دیگه اون باقی ای که از پولی که بعد پس بدی رو دوباره به وام بدن و با سود کمتر یا از یک جای دیگه بتونی اینو بگیری ببین یه همچین چیزایی هست یه مقدار در سر داره زنگ زدن این بر اون ور صحبت کردن و اینا زمان هم ازت میگیره ولی شاید خیلی پول نگر داره واسه خیلی به نفع جیبت باشه و اینا چیزایی که هر کسی نمیدونه یا انجام نمیده یه نکته دیگه دروغ میگی به خدا دروغ به علی دروغ میگی ببین همون موقعی که داری وامتو میگیری اگه اوپن باشه از اون طرف بپرس شاید به تو این اجازه رو بده بعضی ماها بیشتر پرداخت کنی یه موقعی من اوبر دارم کار میکنم درآمدم بیشتره خب این آپشن رو برام گذاشته که پول بیشتری بدم و هم به نفع اونه زودتر پولشون برمیگرده هم به نفع منه چون در نهایت وقتی پول بیشتری دادم از اون سود آخریه کم میکنه چون هر باری که من میام پول پرداخت میکنم توی اون سال یه درصد سودی دارم دیگه و در نهایت تو بلند مدت میبینی که یوهوی چندین هزار دلار من کمتر پول دادم مطلب حقی بود یه نکته دیگه ببین خیلی در مورد خود وام گرفتن و اینا هم صحبت شد قرار بود مورد باشه ولی خب اینا لازمه میترزدم یادم برای تو ویدیو های بعدی بهتون بگم یه چیز دیگه اگر دانشجویی شاید خیلی جاها بتونی وامایی بگیری که سود پایینتری داره یا از سری جاها وام بگیری که شاید واسه هر کسی این امکان نباشه مخصوصا اگر واسه خود درس خوندن باشه یه وقت چیزی میخوای بخری حتما ازشون سوال بکن آقا واسه دانشجوها واسه استیودنت ها آیا شرایط ویژه‌ای دارین آیا تخفیفی دارین آیا اینترست ریت متفاوت تری دارین یا نه یه سوال دیگه و خیلی جاها دارن و ببین این سیستمی که میان امتیاز میدن شاید تفاوت 80 ساله که داره اتفاق میفته روی کاغذ یعنی می نوشتن که آقا فلانی از فلان شرکت انقدر پول گرفته انقدر پس داده یه همچین داستانی و خب ماها ازش متاسفانه هیچی نمیدونیم خود کسایی که اینجا زندگی میکنن کردیت اسکور طرف مثلا یه جوری اینه قابل اعتماد بودنش میدونن که مثلا از هر جایی چه گفتم بهتون دیگه چه بخوای خونه بگیری ماشین بگیری یا هر چیزی به اون رجوع میکنن و قدیما خیلی بال بوده مثلا یه همچین سیستمی نبوده یه سری جا مثلا اکویفکس یا مثلا ترانسیونین که هر کسی بتونه بره این امتیازش رو بگیره و به بقیه نشون بده قدیم اینا می اومدن خود شرکت ها مثلا میگفتن این مشتریش خوب بوده خوب نبوده چه جور بوده یه جورایی مثلا سابقه براش درست میکردن و بین شرکت و ها، شرکت های بزرگ این کار تو آمریکای شمالی میکردن خیلی درم جذاب بود حالا رفقا یه برنامه هستش یه اپلیکیشن روی تالا وبسایت هم میتونی با کامپیوتر نگاه کنی به نام بارویل. من این لینکش رو میذارم حتما تو دیسکریپشن اگر خواستی تو هم میتونی استارتش بزنی و ساین اپ کنی اتفاقی که میفته اینا به صورت مستمر از شرکت هایی که کردیت رو بررسی میکنن اطلاعات تو میگیرن و اسکور تقریبی تو رو بهت میگن که روی اون میتونی برنامه رزی کنی که کجای داستان هستی و خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که میفهمی که وضعیت کردیتت خوبه بده کجاها باعث داره میشه که لطمه بزنه بهت و کجاها مثبته و داره حلت میده به جلو رایگانم هست اکثر اینجا مثلا خود ایکوی فکس که اصلی است تو میتونی ساین اپ کنی یک ماه فریه و بعدش بعد هر ماه پول بدی و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اینو داشته باشین چرا؟ به خاطر اینکه حواست هست یه جاهایی ممکنه یه سری چیزا از دستت در بره و از طرف دیگه همش جلوی چشته که چی باعث شد کردیتت بره بالا چی باعث شد کردیتت بیاد پایین و شاید به رفیقاتم خیلی خوب بتونی کمک کنی حالا من میخوام الان چند تا از اون مورد اصلی ها رو بهت بگم ببین یکی اونایی که خیلی خیلی تاثیرگذاره گذاره میس پیمنت هاست میس پیمنت ها یعنی شما یه جایی پولی قرار بوده بدی و ندی حالا برنامه بارائل و ریخته اینو میتونی بری ببینی ببین بعضی چیزها تاثیرشون کمه متوسطه و زیاده میس پیمنت جز اونایی که تاثیرش خیلی زیاده و بعد حواست باشه مثلا من هیچ میس پیمنتی نداشتم تا حالا و الان زده واسه مثلا اوکیه اگر یه دونه داشته باشی میشه فر یعنی لبه مرزی و اگر دو یا بیشتر داشته باشی که میری توی فاز قرمز و اصلا مناسب نیست پس قسمت اولی که باید حواست باشه میس پیمنت نداشته باشی قسمت بعدی که خیلی تأثیر گذاره بهش میگن کردیت یوتیلیزیشن یعنی چقدر از میزان کردیتت رو استفاده کردی حالا ممکنه جاهای مختلف کردیت داشته باشی 4000 تا بی داری 4000 تا ار داری 2000 تا نمیدونم تی داری جای مختلف بر فرض مثال تو هزار دلار کردیت داری و شما میای از این استفاده میکنی اگر بین صفر تا سی درصد ازش استفاده کنی یعنی تا سه هزار دلار مجموعشون رو استفاده کنی میگن اوکیه اگر بین سی تا 50 درصد استفاده کنی میشه فر یعنی معمولا تو این نقطه ها هم زیاد باشه کردیت ریز میاد پایین و اگر بالاتر از 51 درصد استفاده کنی که وضعیت قرمز و حتما کردیتت میاد پایین اینو شاید یکی دیگه ازش بپرسی چون اینو خیلی شنیدم بهم به گفتن نه مهدی این تاثیر نداره انقدر آدمای زیادی هم بهم به گفتن که گفتن ببین تو استفاده کن بعد پرداخت کن و من چون دقیق همه اینا رو تست کردم زمان گذاشتم یعنی چه جاهایی باعث شده کردیت هم مثلا بیاد پایین یا اینکه یه جو ثابت بمونه چون همه چیز من سعی کردم رایت کنم این تنها المانی بود که متغیر بود و دیدم کردیت اسکورم یا ثابت میمونه یا میاد پایین و چیز جالبی که هست بهتون بگم تست کردم و اینو مطمئن شدم که تاثیر میذاره بچا درصدی که از کردیتتون استفاده میکنین زیر سی درصد باشه چرا به خاطر اینکه توی خود سایت Canada.ca که مال خود کاناداست اونجا هم بری همچین چیزی رو نوشته و طرف میاد میگه اینجوری نیست اشتباه داره میکنه خب شاید اطلاع نداره میدونی یا علمه چیز هست داره تاثیر میذاره و به صورت میانگین دو تا دونه کردیت رفته بالا فکر میکنه همه چی عالی عالیه ولی نه اگه اینو رعایت میکرد خیلی شاید اتفاق بهتری واسش میافتاد میتی من الان میخوام برم یه جایی خرید بکنم 5000 دلار میخوام خرید کنم خب من الان نمیتونم این خرید رو انجام بدم که مگه نمیگی به از زیر سی درصد باشه چرا میشه من خودم هم اتفاقی برام افتاده چیکار میکنی از دبیتت یا کش میری دم ای تی ام یا کش میری تو خود بانک بهشون میدی مستقیما میزنی به کردیتت کردیتت وقتی پول اضافی تویش باشه منفی میزنه خب یعنی بجز این که مثلا چهار هزار تو داری چهار هزار تو دیگه هم میذاری توش یعنی میشه منفی چهار هزار تو الان اندازه هشت هزار دلار میتونی ازش استفاده کنی تو وقتی پنج هزار دلار رو خرید میکنی تازه هزار دلار انگار استفاده کردی از کردیتت خب این خیلی 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 نکته مهمیه و حتما اینو مد نظر بگیر یه چیز دیگه ای هم که هستش اگه اعلام برشکستگی کنی یا اینکه بگی مثلا وامتو نمیتونی بدی یه سری حالا اتفاقا هست که اینجا کاور کنه قضیه رو خدا رو شکر ولی اونها هم تأثیر گذاره مثلا شما اعلام برشکستگی کنی خب بالاخره داستان جمع میشه این نیستش که همه چی دیگه برا تموم بشه ولی تأثیری که میذاره تا 6 سال مستقیم و ممکنه تا 14 سال توی این کردیت ریپورتی که به نام شماست بمونه و دیگه شاید کردیت نتونی بگیری تا 14 سال شاید خیلی جاها حداقل تا 6 سال نتونی هیچ وامی بگیری پس اینم چیز مهمیه چون یه سری راه ها هست که قبلا حالا مخصوصا ما ایرانی ها شاید هم خیلی استفاده میکردیم طرف میومد چندین تا کردیت میگرفت لاین اف کردیت میگرفت چیزهای مختلف میگرفت و الان برشکستگی میکرد و پولو میفرستاد این ورم ور و ورون ورون حال خیلی چیزای مختلف اه، گفتم حواست باشه اگه اینجا بیای و بمونی نیاز داری به کردید اسکور خوب آه یه چیز دیگه ای که خیلی تأثیر گذار هست میانگین سالهایی که تو کردیت کارت رو داری مجموعه کردیت کارت داری. مجموعه جایی که به اعتبار دارن حالا میتونه وام باشه یا هر چیز دیگه ای همین کردیت کارت ساده مجموع اینا رو حساب میکنه مثلا من یه کردیت کارت دارم 6 ساله یه کردیت کارم اه, کردیت کارتم میرم فردا میگیرم میانگین من میشه سه سال خیلی تاثیر گذار ممکنه اینم شنیده باشی میگن آقا کردیت کارت زیاد نگیر کردیت کارت زیاد بگیری امتیا کردیت اسکورتو میاره پایین میدونی چرا اصلا این اتفاق میفته چرا باید این تو وقتی از چند جای مختلف کردیت میگیری یعنی جاهای مختلفی به تو اعتبار میدن حالا یعنی تو اعتبار بیشتری داری پس این اتفاقا داره کردیتتو تو رو میبره بالا اما به عنوان یک فاکتور توی کردیت اسکور که میانگین ماهایی که تو کردیت تو داری داره میاره پایین به خاطر این کردیت میاد پایین اگر قرار بلند مدت فکر کنی اتفاقا کردیت کارت های بیشتری بگیری کردیت اسکورت کمتر میاد پایین بعدا اگه کارتی اضافه کنی بعدا اگه بخوای وامی بگیری میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو فکر کن چهار تا کردیت کارت گرفتی همون موقعی که اومدی پنج سال گذشته الان داری میری یه وام دیگه ای بگیری اون چهار تا پنج سال گذشته یه دونه الان داری میگیری که زمان صفر رو داره بهش اضافه میکنه پنج سال هر کدوم دوازده ماه میشه شست ماه شست ماه زب داره چهار تا داشته دیگه میشه دیویست و چهل دیویست و چهل به علاوه صفر سفر ماهی که این یکی داره اضافه میشه تقسیم بر پنج چقدر؟ خب میشه چهل خورده یعنی میانگینتون تو میاره پایین ولی نه اونقدر چرا چون اون چهار تا زورشون بیشتر بود و حالا نکته چیه میاد میگه که شما اگر میانگین کردیت زمانی که داری زیر پنج ساله خب این ضعیف اگر بین پنج سال تا چهارده ساله میشه متوسط چهارده سال به بالا اعتبار داری حالا میشه گود این لول به لولیه که میره بالا و این جزء چیزاییه که به صورت اه, تاثیرش متوسط روی کردیت سکوره حالا اتفاق جذابه چیه؟ ببین یه عامل دیگه ای شما توی کردیت کارت اون کردیت ریپورته تاثیرشو میذاره که کردیت سکورت بره بالا یا بیاد پایین چی؟ تعداد حسابهای اعتباری که داری اگر بین صفر تا پنج تا باشه خب میگن این ضعیف اگر بین 6 تا 10 تا باشه میگن متوسطه 11 به بالا میشه اوکی عالی حالا چی شد؟ ما یکم جلوتر صحبت کردیم هرچی تعداد کردید اعتبارها، لاین وام اینا بیشتر باشه اتفاقا بهت گفتن دیگه اعتبارت داره میره بالاتر دیگه اینجا هم دقیقا داره میگه یکی از عواملیه که تاثیر مستقیم روی کردیت اسکور شما میذاره و شاید شاید اونایی که حالا یه مقدار قدیمی ترن اینجا میگن نه نه زیاد کردید نگیری اینا شاید میترسه حواسش پرچه مثلا یکی رو پولش رو پرداخت نکنه سوتی بشه یا مشکلی پیش بیاد یعنی که زیادی ازش استفاده کنه و اینا ولی تا اگه حواست هست اگرم دقیق اینا رو ببری جلو اتفاقا تعداد بیشتری بگیری کمک میکنه که ریدس دستکارت بره بالا خب تو الگوریتمش اینه دیگه یه تای داستان هم, هم داریم در میاریم دیگه ببین حالا میخوام در مورد کردیت چک باهات صحبت کنم یه چیزی که خیلی از خود من شنیدی ماشین میخوای بگیری مطمئن باش اپروو میشی مطمئن باش که حتما بهت میدن که رد نشی ریجکت نشی هر کد ببین مثلا تو میخوای بری یه دونه خط تلفن بگیری خب اون عدد رقمی نیست یه سافت کردیت چک معمولا میشه یعنی تاثیر روی کردیتت نمیذاره معمولا اما یه وقت وام ماشین میخوای بگیری وام خونه میخوای بگیری یه حسا یه کردیت جدید میخوای باز کنی از یه جایی مثلا اینا بهش میگن هارد اینکوایری یعنی یه ضربه سخت میزنه حالا میدونستی که همین هارد اینکوایریز جزء اوناییه که توی کردیت اسکور تاثیرش کمه حالا این تاثیر کمه رو این همه همه دارن بهت میگن تاثیر میذاره پس اول فیلم برو نگاه کن اونایی که گفتم تاثیر زیاده ببین اونا چی ها. حالا اتفاقی که بذار اول اینو با هم ببندیم ببین اگر صفر یا یک هارد کوایری داشته باشی میگن اوکی اگر بین دو تا چهار تا داشته باشید میگن متوسطه پنج به بالا اصلا اوکی نیست و اتفاقی که واسه یه من افتاد که شاید تو ویدیوهای قبلی دیدین خیلی شاکی بودم گفتم بی ام بیاماو رفتیم زد ترهکون کردیدسکورمونو ببین کردید سکور اینجوریه که دو تا شیشتا تا شش تا ده تا اینجوری در ماه میره بالا و به این راحتی نیست حالا اولش که شروع میکنی اینجوریه و یعنی اونایی که چندین سال اینجا نقدم راحت کردیزشون نمیره بالا دیگه چون یه سریه به یه جایی پایدار رسیدن کوچولو کوچولو دیگه تاثیر میذاره ولی خب برحال رو به بالا باید باشه دیگه من رفتم با اینکه بی که حساب باز کنم و باعث شد دو تا هارد اینکواری بخورم ریجکت بشم و تعداد این هم زیاد شد من گوشی رو باز کردم کردیتم که آپدیت شد کردیت اسکورم چهل و یکی کردیت اسکورم اومده بود پایین یعنی این آدم رسما زد ترکون همه چیو تمام اون تلاشایی که من کرده بودم به خاطر اینکه تو قسمت هارد انکوائری رفتم تو قسمت قرمز رفتم دیگه بالای پنجتا و این همه تازه همه چی میدونستم حالا داستان چی بود من رفتم با اینکه بی ام او چند تا از دوستان که جدید اومده بودن یعنی یک ماه هم نبود اومده بودن رفته بودن اونجا کردیت گرفته بودن منم میخواستم یه کردیت اضافه کنم چرا تعداد جاهایی که اعتبار دارم زیاد بشه به خاطر اینکه یکی دیگه میخواستم که برم اون لولی که سرعت کردیت بالا رفتنم بیشتر بشه که اسکورم بالا بره و متاسفانه صحبت کردیم دید خب من همه رو میدونم کارتا رو صحبت کردیم حسابا رو صحبت کردیم و گفتش که کدوم کارتو میخوای ببین میری کردیت باز کنی باید اون اون مدل کارتایی رو بگیری که امتیازات کمتری بهت میده اولش چرا چون امتیاز بالاها بعد کرید اسکور خوبتری داشته باشی اعتبار بیشتری داشته باشی به این راحتی شاید اپروو نشی و اگه اپروو نشی خراب میکنه کل داستان تو این رفته یه جا اعتبار باز کنی میزنی زیر اعتبار همه چی خراب میشه و به من گفتش که کدومش میخوای گفتم یعنی خودم انتخاب کنم کدوم میخوام یعنی پیشنهاد نمیدی مثلا نسبت به این چیزایی که دارم گفت تو امکس داری اکسپرس مثل ویزا مثل مسترکارد یه مدل دیگه است من که دیگه امکس داشتم مستر داشتم ویزا داشتم همه اینو با هم جمع شده بود و گفت نه تو هر چی بخوای الان نسبت به درآمدی که داری اپروو میشی اصلا نگران نباش گفتم واقعا یعنی من ریجکشن نشم خیال راحت اوکیه گفتم خب اگه انقدر مطمئنی بعد من چرا خیالم راحت بود چون دوستام دیدم اومده اینجا هیچ مدرکی داکیومنتی ندارد گرفته بودن کردید کار گفتم خب حتما این خیلی کارش درسته دیگه معرفی کردن اوکی دیگه گفتم اوکی خفن در این کارتش رو انتخاب کردم و ریجکت شدم بعد ببین یعنی اصلا ریختم اونجا همونجا انجام داد و گفت اپروف نشدی گفتم یعنی چی اپروف نشدم گفت اپروف نشدی گفتم خب مگه نگفتی اوکی من خب یه دونه دیگه رو انتخاب من هدفم این بود یه کلا کردیت کارت حالا بیشترین امتیازا رو نداشتم اشکال نداشتم من بیشترین امتیازش چی بود تا سه ماه هر چی خرید کنی ده درصدش برمیگرده واسه خب اوکی گزینه خیلی خوبیه ولی اگه من قرار بدونم ریجکت نشم که همچین کاری انجام نمیدم و تهش من دو تا هارد اینکوایری خوردم و مجبور شدم پول بدم تا به هم کردیت بده چون به حال هدف این بود که کردیت هم اونجا بگیرم دیگه هاردین کوئری هم که خوردم ریجک همه اتفاقات بعدش افتاده بعد تازه به من میگفت حالا ولش کن ریجک شوی دیگه نمیخواد بگیری گفتم بابا این تاثیر منفیشو گذاشت دیگه رو حساب من کردیت اسکورم قرار خراب شه لاقل یا قسمت مثبتم داشته باشه که کردیت ها رو لاقل بگیریم تعداد کردیت ها بره بالا و این داستانی بود که من اصلا ترکید اصلا انتظار نداشتم و با اینکه همه اینا رو میدونستم این اتفاق واسم افتاد و کی اینو به من گفت کسی که تو بانک کار داره کار میکنه واسه همین دارم بهتون میگم رفقا کسی که تو یه بانک هم حتی بود یه چیزی گفت برو خودت مطمئن باش منی که میدونستم هم اینجوری رفت تو پاچه بعد از این همه داستان خب خیلی ناراحت کننده است و حالا ببین خب خوبیش این بود که کریدیت رو گرفتم تعداد کریدیت هم رفت بالاتر ما هم اومد پایین ما... ما... میانگین هم, اومد پایین دیگه اونم کمک کرد این هارد انکواری هم کمک کرد کریدیت منو چاله یک امتیاز آورد بالا ولی چون میدونستم که حالا تعداد زیاد شده یوتیلیزیشن هم پایینه چیزای دیگر رایت کردم تا الان که فکر کنم از اون موقع شد دو ماه یا کمتر هم حالا داره میگذره حالا باز 20 خورده ای باز برگشت کردیت هم بالاتر کردیت اومد بالاتر خلاصه که خیلی چیز مهمیه و نظر کسی با عدم آگاهی بزنه خراب کنه اینو واسه <تصفح> یه نکته دیگه هم بگم این هم شاید تو بانک بری باشون صحبت کنی شاید ندونه ببین کردیت بیورا اون دفترهایی که میان این ریپورت ها رو میگیرن و بین بانک و بین جاهایی که وام میدن و بین جاهایی هستن که کردیت رو بررسی میکنن اینها هارد اینکوایری ها کلا این ضرباتی که به کردیتت میخوره رو اگر در طول دو هفته هر تعداد اینکوایری خورده باشی یه دونه اینکوایری حساب میکنن پس اگه خواستی این من اینجوری تونستم ماشین بگیرم اگه میذاشتن مثلا دو هفته دیرتر ماشین نمیگرفتم ضربش زده بود دیگه خراب کرده بود داستانمو تو هم اگر خواستی یه وقت بری ماشین بگیری خونه به یا هر کار دیگه که خواستی بکنی تمام تلاش تو بذار که اگر یک جا به اون ندیجه که میخواستی نرسیدی توی زمان خیلی کم یعنی سعی کن یه هفته ده روزه داستان رو جمع کنی جاهای دیگه هم بری که هر چند تا ضربه هست به عنوان یک ضربه حساب بشه این هم شاید به هر کسی دیگه بگی بگن شاید اوکی نیست و نداریم و ننوشتن های حرفو ولی این چیزیه که واسه منم جواب داد و ته داستان رفیق من این اپلیکیشن با میذارم همین پایین میتونی بری دانلود کنی و وقتی که اینو دانلود کردی هر چند بار که خواستی میتونی بری کردیت اسکورت ببینی حواست بهش باشه وضعیت کردیت چجوریه مانیتورش کنی سوتی نشه اگه وقتی یه چیزی خراب شد بالا رف اینا تو دستت باشه یه وقت اتفاق بدی واسه کردیتت نیفته میگن این کارو بکنین که جلوگیری از کلاهبرداری یعنی باشه یعنی چی مثلا میرن به نام تو یه جایی یه کردیتی باز میکنن یه لاین آف کردیتی هر وامی میگیرن اونجا میاد میدونی و جلوش رو میری میگیری کمه ولی خب اگه اطلاعاتت بره دست آدم ناجور میتونه همچین اتفاقی هم بیفته قسمت خوبش هم اینه که کردیت تو داری و حواست به همه چیش هست و آیا که چک کردن لطمه میزنه بستگی داره که از کجا چک کنی یه اپلیکیشن یا سایتی به نام بارویلی که من دارم بهت معرفی میکنم این به صورت متداول هر چند وقت یه بار اطلاعات تو رو از اکویفکس میگیره و نسبت به اونا میاد آپدیت میکنه پس تو هر پنجا دفعه در روز بری اینو نگاه کنی انگار پنجا دفعه از اکویفکس ندیدی تو صرفا میری تغییراتت تو توی باروئل نگاه میکنی و لطمه به کردیتت نمیزنه خیلی صحبت زیاد شد بازم صحبت هست دیگه ایشالا تو ویدیوهای بعدی با هم دیگه بیشتر در مورد کردیت کارت و تمام مسائل دورش صحبت می‌کنیم. فکر کنم همین ویدیو رو اگه ولی بدونی تا حد خیلی زیادی به خودت و دوروریات بتونه کمک کنه اگه فکر میکنی به کار بقیه میاد حتما براشون بفرست لایک و بزن چون خیلی کمک میکنه که این ویدیو بیشتر دیده بشه و در آخر هر جای دنیا که هستی حال دلت خوب باشه مراقب خودت باش آده.